میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان بر هما خانم و آقای بهبانی گرامی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه دوم خرداد ماه 1402 و مطابق 23 ماه می 2023 659 برنامه از 13 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنیم. خدمت شما عرض کنم که بنده رو برای یک زوم پزشکی دعوت کردن و خواستن درباره دیابت و مخلفاتش، یعنی 1 و 2 و دیابت بارداری و مشکلاتی که ایجاد میکنه و تغذیه، همه اینا صحبت بکنم. عرض 5-6 سال پیش در همین میهن تیوی در این باره صحبت کردم. خب اونا رو اگر بخونید بد نیست، ولی مقاله ای که 3 سال از عمرش بگذره دیگه از نظر علمی ارزش نداره. بنابراین مطالبی که امروز درباره دیابت خدمت رو عرض خواهم کرد و شاید هفته آینده و احتمالاً ممکنه 2 هفته دیگه، اینا همه اپدیت میزجور، یعنی به تاریخ همش 2022، آخرین اطلاعات 2022. قبل از این که بریم سر برنامه اصلی، خدمت شما عرض کنم که با عرض معذرت از آقای بهبانی که چند بار رو من گفتن چگونه عکس رو بفرستم، ولی من تنبل یاد نگرفتم. این عکس رو شما ملاحظه بفرمایید تا خدمت رو عرض کنم. 28 خرداد امسال، یعنی 18 ژوئن، 40 سال سالگرد اعدام دلخراش 10 زن جوان بهایی در شیراز است. همه آنها در یک شب در میدان چوگان شهر به دار آویخته شدند. جرمشان باور به آیینی بود که اصل برابری جنسیتی و عدالت را ترویج می‌کرد. داستان آنها اما تمام نشده. اعدام آنها فصلی از داستان ادامه دار سرکوب و استقامت زنان ایرانی در مسیر برابری است. امروز زنان ایران همان راهی را می روند که آن شب این 10 زن بهایی انتخاب کردند. داستان اقامت ما در برابر بی‌عدالتی داستان مشترکی است که زنان بیشماری از باورها و پیشینه‌های مختلف آن را تجربه کردند. بیایید به یاد این 10 زن با هم این سالگرد را برای همه زنانی که در راه آبادی ایران فداکاری کردند گرامی بدانیم. داستان ما یکیست. مسئله دومی که میخواستم خدمت شما عزیزان عرض کنم اینه که فردا روز اعلان رسالت حضرت باب. در نیمه
قرن 19 بسیاری از مردم جهان در انتظار ظهور الهی و رجعت موعود بودند. مسیحیان بازگشت مسیح را انتظار می‌کشیدند و مسلمانان با اشتیاق فراوان منتظر صاحب زمان بودند و هر دو معتقد بودند که تحقق وعده های کتب مقدسشان و طلوع عصر جدید روحانی نزدیک است. ببخشید دستم درد گرفت. به همین مناسبت برای جستجوی موعود خود گروه ها و انجمن های مطالعاتی و تحقیقی متعددی تشکیل دادند. در ایران این انتظار در 24 می 1844 به نتیجه رسید و آن وقتی بود که تاجری جوان ملقب به باب ادعا کرد که صاحب ظهوری الهی است که همه منتظرش بودند. چون جامعه ایران آن روز از لحاظ اخلاقی و معنوی ورشکسته بود، اعلان حضرت باب که تجدد روحانی و ترقی اجتماعی بر اساس عشق و محبت و نه بر اساس زبر ببخشید بر اساس جبر و زور بنا می‌نمود، تأثیر چشمگیری در تمام طبقات مردم آن کشور گذاشت و در مدت کوتاهی هزاران نفر به پیروان حضرت باب و آیین جدید او پیوستند. این تاجر جوان که نامش سید علی محمد بود، لقب باب را برای خود اختیار فرمود که به منظور دروازه یا در است و چنین توضیح داد که ظهورش به منزله بابی است که از طریق آن ظهور کلی الهی که موعود جمیع اهل عالم است به زودی آشکار خواهد شد. مضمون اصلی بزرگترین اثر آن حضرت کتاب بیان بشارت به ظهور پیامبر الهی دیگری است که بسیار عظیمتر از ظهور خودشان می باشد و به زودی ظاهر خواهد شد و رسالتش آن است که عصر صلح و سلام و عدل و داد که اسلام، یهود، مسیحیت و سایر ادیان بزرگ جهان به آن وعده دادند را آغاز نمود. حضرت باب در سراسر آثار خیش به پیروانشان تأکید فرمودند که مراقب باشند به محض آن که مربی موعود ظاهر گردید او را بشناسند و از او پیروی کنند و به پیروان خیش سفارش نمودند که با چشم روح ببینند نه با دیده اوهام، و افراد بشر باید موازین رفتاری کاملا جدیدی بیابند و به درجه از شرافت دست یابند که مثلش را چشم روزگار ندیده. حضرت باب در بسیاری از آیاتشان به نام و نشان موعود اشاره فرمودند. مثلا فرمودند خوشا به حال کسی که به نظم بهاءالله نازل گردد و به شکرانه پروردگارش پردازد. حضرت باب علاوه بر فرمان تجدد روحانی، تعلیم و تربیت و فرا گرفتن علوم را نیز ترویج دادند و با این کار از هر جهت جهان را منقلب کردند. به این ترتیب حضرت باب با اعلان آیینی کاملا جدید به پیروان خود کمک کردند که از عقاید اجدادی بیرون آیند و برای ظهور بهاءالله آماده گردند. از بعضی جهات رسالت حضرت باب را می توان با رسالت یحیی تعمید دهنده در تأسیس دین مسیح مقایسه نمود که بشارت به ظهور حضرت مسیح داد. حضرت باب نیز مبشر حضرت بهاءالله بودند و رسالت اصلیشان آن بود که راه را برای ظهور حضرت بهاءالله هموار فرمودند. از این رو به اعتقاد بهاییان ظهور حضرت باب مترادف با تولد دین بهایی است و به همین مناسبت بهاییان عالم روز 24 ماه می که سالگرد ظهور و اعلان رسالت می باشد را جشن می گیرند. ادعای حضرت باب که جامعه کاملا جدیدی را پیش بینی می کرد
در دل رهبران دینی و مقام های حکومتی ترس و وحشت شدیدی ایجاد کرد. در نتیجه آثار و اذیت پیروان باب به زودی گسترش یافت. هزاران نفر از پیروان باب کشته شدند. پس از زندانی کردن حضرت باب، سرانجام مخالفان اصرار ورزیدند که باب یک کافر است و قتلش واجب. با دسیسه های فراوان، روحانیون اسلامی و اولیای حکومت تصمیم بر قتل حضرت باب گرفتند و در 9 جولای 1850 در سربازخانه تبریز مقصود خیش را عملی ساختند. باب در زمان شهادت فقط 31 سال داشت. نیکولا، نویسنده و مترجم سفارت فرانسه آن زمان که تاریخ نهضت حضرت باب را نوشته است، درباره شخصیت باب چنین میگوید: او خود را برای عالم بشریت قربانی نمود و برای نهضت خود تحمل هر گونه محرومیت و هر نوع بیشرمی و ناسزا و شکنجه و حتی شهادت را نمود و بالاخره با خون خود پیماننامه برادری عمومی را مهر و امضا کرد. خب حالا بریم سر اصل مطلب. همونطور که عرض کردم درباره دیابت صحبت میکنم، ولی اولش مختصری عمومیه، ولی بعد در برنامه امروز درباره دیابت نوع 2. دیابت نوع 2 چی؟ دیابت نوع 2 یک بیماریه که با هایپرگلیسمی مزمن مشخص میشه، به این معنی که سطح گلوکوز یا قند خون بسیار بالاست. این بیماری معمولا در بزرگسالان در سنین بالا رخ میدهد و موارد زیر را تحت تاثیر قرار میدهد: افراد چاق، افرادی که اضافه وزن دارند. در یک فرد سالم قند خون توسط انسولین، هورمونی که از پانکراس ترشح میشه، کنترل میشه. انسولین اجازه میده تا قند وارد سلول ها بشه تا به عنوان سوخت مورد استفاده قرار بگیره، به ویژه در ماهیچه ها و کبد. در یک فرد مبتلا به دیابت نوع 2 بدن قادر به تنظیم قند خون یعنی سطح گلوکوز در خون نیست. این زمانی است که سطح قند خون افزایش پیدا میکنه. ما در امروز درباره هایپرگلیسمی عرایزی به خدمتتون میرسونم. در دراز مدت اگر قند خون با درمانها کاهش نیابد، میتواند باعث مشکلات جدی سلامتی به ویژه مشکلات قلبی عروقی بشه. این بیماری مزمن نیاز به درمان فردی و نظارت دقیق توسط فرد مبتلا و تیم پزشکی دارد. عادات سبک زندگی سالم اساس درمان. اگر این عادات برای کاهش قند خون کافی نباشد، می توان از داروها استفاده کرد. اشکال مختلف دیابت. 2 شکل اصلی دیابت وجود دارد که هر دو با هایپرگلیسمی مزمن مشخص می شوند: دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2. دیابت نوع 1 در جوانان رخ می دهد و اغلب در دوران کودکی شروع می شود. این بیماری در اثر تخریب خود ایمنی پانکراس ایجاد می شود که دیگر انسولین تولید نمی کند. علت ناشناخته است و در حال حاضر هیچ پیشگیری احتمالی وجود ندارد. عرض کردم در حال حاضر، 50 سال دیگه شاید باشه. بنابراین
افراد مبتلا به انسولین وابسته هستند که باید به صورت تزریقی تجویز شود. در مورد دیابت نوع دو که 90% موارد دیابت را تشکیل می دهد، این بیماری در مراحل بعدی زندگی اتفاق می افتد. عمدتا به دلیل حالت مقاومت به انسولین است و با اضافه وزن همراه است. بیماری که به سرعت در حال پیشرفت است. تعداد اصلا بهش میگن بیماری قلب. تعداد افراد مبتلا به دیابت نوع دو به طور پیوسته در حال افزایش است. این روند به سبک زندگی غربی نسبت داده می شود که با سبک زندگی کم تحرک و چاقی و همچنین پیری جمعیت همراه است. در سطح جهانی فدراسیون بین‌المللی دیابت پیش بینی می کند که تعداد افراد مبتلا به دیابت می تواند از 285 میلیون نفر در سال 2010 به 438 میلیون نفر در سال 2030 افزایش یابد. 10% از کانادایی ها با دیابت تشخیص داده شده زندگی می کنند. البته خیلی هم هستن که دیابت دارن و تشخیص داده نشده. این میزان با افزایش سن افزایش می‌یابد و در میان افراد بالای 65 سال به 18% می‌رسد. در مجموع نزدیک به 11.5 میلیون کانادایی دیابت یا پیش دیابت دارند. علاوه بر این بسیاری از موارد دیابت ناشناخته هستند زیرا شناسایی نمی شوند. دیابت نوع دو عموماً بعد از 40 سالگی ظاهر می شود. اما امروزه به دلیل چاقی که تعداد بیشتری از جوانان را تحت تأثیر قرار می دهد، کودکان و نوجوانان بیشتری را مبتلا می کند. چه چیزی باعث دیابت نوع دو می شود؟ دیابت از ترکیب موارد زیر ایجاد می شود. اول عوامل ژنتیکی، دوم فاکتورهای محیطی و سوم عوامل سبک زندگی. به طور کلی هر فرد یک بار ارثی حمل می کند که او را مستعد ابتلا به دیابت می کند یا برعکس از او محافظت می کند. اکنون محققان چندین ژن را می شناسند که فرد را در معرض ابتلا به دیابت نوع دو قرار می دهد. در افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد ابتلا به این بیماری هستند، معمولاً اضافه وزن به خصوص تجمع چربی در اندام‌های شکم است. اندام‌های شکم منظورم اندام‌های داخل عضلات شکمی و خارج عضلات شکمی، یعنی بین پوست و عضلات شکمی. بله، که منجر به مقاومت به انسولین می شود که اولین گام به سمت دیابت نوع دو است. در ابتدا برای جبران مقاومت به انسولین، پانکراس شروع به تولید انسولین بیشتری می کند. با این حال با گذشت زمان پانکراس خسته می شود و ترشح انسولین کاهش می یابد. بنابراین کمبود نسبی انسولین وجود دارد و سطح قند خون به طور مداوم بالا می ماند. بنابراین دیابت نوع دو نتیجه دو پدیده است. اول مقاومت به انسولین، سپس خستگی پانکراس. ببخشید یه لحظه اجازه بدید.
عرض معذرت. حالا چگونه تشخیص بدیم که دیابت داریم؟ از اون جایی که دیابت نوع دو در مراحل اولیه به ندرت با علائم همراه است، اغلب به طور اتفاقی در یک معاینه پزشکی معمولی کشف می شود. آزمایش قند خون می تواند آن را تشخیص دهد. آزمایش قند خون ناشتا یا تصادفی و گاهی اوقات آزمایش هایپرگلیسمی القایی. این آخرین آزمایش شامل اندازه‌گیری قند خون 2 ساعت پس از مصرف آب شیرین حاوی 75 گرم گلوکوز است. به طور معمول گلوکوز خون ناشتا به تدریج طی سالها افزایش می‌یابد و از حالت طبیعی به حالت متوسط پیش دیابت و سپس به آستانه دیابت میرسد. قند خون میتواند اندازه گیری شده با استفاده از یک گلوکومتر که قند خون را بر روی یک قطره از خون گرفته شده از نوک انگشت آنالیز می کند تخمین زده می شود. این رو من اینجا آوردم به شما نشون بدم. این یک گلوکومتر که یک دونه لامل توش میذارن و بعد با این یک سوزن داره توش روی انگشت میزنن، یک قطره خون رو روی این لامل میذارن و در 5 ثانیه قند خون رو نشون میده. بله، این هم ظرف اون لامل هاست. از پزشکتون حتما بخواین که این رو براتون نسخه کنه. در کانادا اگر پزشکتون نسخه بنویسه این رو به شما مجانی میدن و این رو هم 200 تا با تو استان ما، من جای دیگر رو نمیدونم، این رو 200 تا با ما اینجا خب از تکسی که میپردازیم یک مقدار پول داروها رو دولت میده، ما همه پول دارو رو نمیدیم. حتی اونایی که رو کمک دولتی هستن خیلی از داروها برشون مجانیه. این رو معمول اینجا 42 دلاره ولی اگر نسخه پزشک داشته باشین 200 تاشو هر 50 تاشو 12-13 دلار به شما میدن. پس حتما هر جا هستید از پزشکتون بخواین که این گلوکومتر رو برای شما نسخه کنه و تهیه کنید. این خیلی حتی اگر دیابتیک نیستید از 40 سال به بالا حداقل هفته یک بار آزمایش رو انجام بدید. خب بریم سر اصل مطلب. بله، حتی در صورت طبیعی بودن نتایج معمولا توصیه می شود این آزمایشات را در فواصل زمانی معین انجام دهید تا بیماری در اسرع وقت شناخته شود. عوارض احتمالی در دراز مدت بسیاری از دیابتی ها به دلیل بیماریشان وضعیت سلامتی خود را بدتر می کنند، به خصوص اگر دیابت به خوبی کنترل و نظارت نشود. در واقع قند خون بالای مزمن به تدریج و اعصاب و عروق خونی به طور عمده در چشم ها و کلیه ها آسیب می رساند. بنابراین دیابت می تواند علت موارد زیر باشد: بیماری های قلبی عروقی، از دست دادن بینایی غیر قابل برگشت، درد ناشی از آسیب عصبی، نارسایی کلیه،
دیابت نوع دو در مراحل اولیه خود علائم کمی ایجاد می کند یا بدون علائم است. بنابراین می تواند برای چندین سال مورد توجه قرار نگیرد. با این حال برخی از افراد ممکن است علائم ناشی از قند خون بالا را تجربه کنند. حالا این سمپتوم ها یا علائم دیابت نوع دو کدام هستند؟ چی هستند؟ علائم قند خون بالا عبارتند از افزایش گرسنگی، افزایش تشنگی، احساس خشکی دهان، خواب‌آلودگی بیش از حد که به ویژه بعد از غذا قابل توجیه است، تاری دید، عفونت‌های باکتریایی یا قارچی مکرر مانند عفونت‌های مجاری ادراری، واژینیت و غیره، تمایل مکرر به ادرار کردن بخصوص در شب زیرا کلیه ها در تلاش برای حذف گلوکوز اضافی از خون ادرار بیشتری تولید می کنند. برخی افراد نسبت به سایرین نسبت به دیابت نوع دو آسیب پذیرتر هستند. بخصوص که عوامل خطر می توانند ظاهرا دیده نشوند. چه کسانی در معرض خطر هستند؟ افراد در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع دو عبارتند از افرادی که بستگان درجه یک دارند که دیابت دارند، مثل مادر، پدر، برادر یا خواهر مبتلا به دیابت نوع دو، افراد چاق، افراد دارای اضافه وزن، بخصوص زمانی که توده چربی در شکم متمرکز شده است تا روی باسن و ران. در واقع چربی نشسته در اندام‌های شکم به ویژه در کبد بیشترین تداخل را در عملکرد انسولین ایجاد می‌کند. معمولا میگیم اینا کبد چرب دارن. شخص دچار کبد چربه. قبلا درباره کبد چرب صحبت کردم. دو نوع کبد چرب هست، یکی بر اثر الکل و یکی بر اثر غذاهایی که ما میخوریم. بیشتر ایرانی ها دچار کبد چرب هستند و خودشون هم نمیدونن. این کبد چرب رو با یک اکوگرافی یا به قول هموطنان ایرانی سونوگرافی تشخیص داده میشه. بله، بیش از 80% کسانی که دیابت نوع دچار هستند اضافه وزن دارند. برخی از جمعیت ها نیز در معرض خطر بیشتری هستند، از جمله آفریقایی ها، آمریکای لاتین ها، آسیایی ها، مردم بومی آمریکای شمالی. عوامل خطر برای دیابت نوع دو. عوامل خطر عبارتند از وقتی که سن بالای 40 سال باشه. دیابت نوع دو عمدتاً بزرگ سالان را تحت تأثیر قرار میده و شیوع آن با افزایش سن افزایش پیدا میکنه. داشتن سبک زندگی کم تحرک، مصرف بیش از حد کالری. برای خانم هایی که از دیابت بارداری رنج میبرند یا نوزادی با وزن بیش از 4 کیلوگرم به دنیا آوردن، اینها دچار سندروم متابولیک هستند. پزشک با علم به این که 3 عامل برای تشخیص این سندروم کافی است، وجود عوامل زیر را ارزیابی میکند. چاقی شکمی که با اندازه‌گیری دور کمر تعیین میشه، سطح بالای تریگلیسیرید خون و سطح پایین HDL یعنی کلسترول خوب و
و همینطور فشار خون بالا و قند خون بالا. پیشگیری از دیابت نوع 2. اقدامات پیشگیرانه، اقدامات قربالگری دیابت حتی در صورت عدم وجود سمپتوم ها یا علائم توسط پزشک ارزیابی میشه. هرچه این بیماری زودتر تشخیص داده بشه، حتی قبل از شروع علائم و سمپتوم ها، و هرچه زودتر برای بازگرداندن سطح قند خون طبیعی بیمار مداخله بکنه، خطر عوارض کمتر میشه. این شامل اختلالات قلبی عروقی، عوارض چشمی، بیماری های کلیوی، عوارض عصبی و غیره. شواهد فزاینده‌ای از اثر بخشی مداخله زود هنگام وجود دارد. در اینجا توصیه های انجمن دیابت کانادا وجود دارد که پزشکان به آن مراجعه می کنند. ارزیابی خطر ابتلا به دیابت در بزرگسالان باید توسط پزشک در طول معاینه سالانه انجام شود. قربالگری این بیماری در کودکان پرخطر هر 2 سال یک بار توصیه می شود. یک آزمایش قند خون ناشتا باید هر 3 سال یک بار در همه بزرگسالان بالای 40 سال با یا بدون علائم انجام شود. این قربالگری باید زودتر یا در مواقعی که فاکتورهای خطر پیدا شدن انجام شود. ممکن است یک آزمایش هایپرگلیسمی القایی برای تجزیه و تحلیل بیشتر برای ایجاد تشخیص انجام شد. اقدامات پیشگیرانه اساسی: کنترل وزن. دیابت نوع 2 را می توان با روش های ساده پیشگیری کرد. یک مطالعه توسط برنامه پیشگیری از دیابت نشان داد که افراد در معرض خطر که 30 دقیقه در روز فعالیت بدنی انجام می دهند موفق شدند 5 تا 7% وزن خود را کاهش دهند و خطر ابتلا در آنها تا 58% کاهش پیدا می کند. اضافه وزن باعث افزایش نیاز به انسولین و کار بیش از حد پانکراس میشه. با این حال کاهش وزن 5 تا 10% در 6 ماه مزایای سلامتی قابل توجهی را به همراه دارد. تغذیه سالم. یک رژیم غذایی سالم و متنوع به حفظ وزن سالم کمک میکنه. همینطور به حفظ سطح نسبتا ثابت قند خون در طول روز و همچنین فشار خون خوب کمک میکنه. بنابراین برای انجام این مسئله تا حد امکان 3 وعده غذایی در روز در زمانهای منظم بخورید. ولی 3 وعده غذایی حساب شده، خودتون حساب کنید، بستگی به سنتون، وضع بدنیتون، مقدار قند خونتون داره. حالا البته این عکس رو اگر روزی که درباره تغذیه افراد دیابتیک صحبت میکنم من نشون میدم. ببینید یک اولا بشقابتون رو عوض کنید. ما ایرانی عادت داریم یه بشقاب بزرگ سر میز میذاریم و پرش میکنیم از برنج. کسانی که برنج میخورن 11% بیشتر از اونایی که نمیخورن دیابت میگیرن. ببینید بشقاب غذای شما نصفش باید سبزیجات باشه،
یک سومش باید پروتئین باشه و یک سومش هم مواد فکالوید، موادی مثل نون و نمیدونم ماکارونی و اینا. البته اگر نون و ماکارونی نمیخورین حتما باید از دانه های کامل باشه، نون سفید، ماکارونی سفید اینا و برنج. خب اینا سمایی که متاسفانه ما بهش عادت کردیم. بله کجا بودم؟ گفتم با این حال کاهش وزن 5 تا 10% در 6 ماه مزایای سلامتی قابل توجهی را به همراه دارد. تغذیه سالم، یک رژیم غذایی سالم و متنوع به حفظ وزن سالم کمک می کند. همچنین به حفظ سطح نسبتاً ثابت قند خون در طول روز و همچنین فشار خون خوب کمک می کند. برای این تا حد امکان 3 وعده غذایی در روز در زمانهای منظم بخورید. اجتناب از چربی اضافی حیوانی، از قندهای اضافه شده اضافی خودداری کنید. این قندها میتونن گلوکوز، فروکتوز یا قندهای دیگه باشه. روی غذاهای غنی از فیبر تمرکز کنید. تمرینات فیزیکی، فعالیت بدنی منظم همچنین به حفظ وزن سالم یا حذف پوندهای اضافی، کیلوهای اضافی در صورت وجود کمک میکنه. همچنین فعال بودن باعث میشه انسولین کارآمدتر عمل کنه. توصیه میشه حداقل 2 ساعت و نیم در هفته فعال باشید. فعالیت بدنی را در طول هفته پخش کنید، تقسیم کنید در دوره های حداقل 10 دقیقه در هر بار، مانند پیاده روی سریع، شنا، دویدن، دوچرخه سواری و غیره. مهم است که به تدریج جلو بروید و به تدریج مدت و شدت فعالیت را افزایش دهید. باز اینجا یه پرانتز باز کنم. در خونه ما و همینطور خونه خیلی از دوستایی که من دارم، ما یک تاپیرولان داریم. بشیم این تاپیرولان انگلیسی شدن که روش را میرین، تنظیم میکنین سرعتشو، میارینش بالاتر که سختتر بشه. و همینطور یه دوچرخه فیکس داریم. این بدبخت ها 20 سال اینجا دارن خاک میخورن و کسی استفاده نمیکنه. همینطور خونه دوستان وسایل دیگری هم هست که خاک میخورن و استفاده نمیکنن. حالا که اینا رو خریدین ازش استفاده کنیم. حالا اینجا زمستون، البته کانادایی ها تو منهای 30 درجه سانتیگراد هم میرن میدون، ولی خب افراد مثل بنده و ما ایرانی هایی که اومدیم اینجا به سرمایه 30-35 درجه عادت نداریم، میتونیم از این تاپیرولان استفاده کنیم. میتونیم تو خونه پیاده راه بریم. 3 تا 10 دقیقه در روز تو خونه میشه پیاده راه رفت. بله مهم است که به تدریج مدت و شدت فعالیت را افزایش دهید. فعالیت بدنی به خودی خود می تواند خطر ابتلا به دیابت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. اقدامات برای جلوگیری از عوارض مهمه که درمان ضد دیابت به خوبی تنظیم بشه. کنترل کافی قند خون از بروز عوارض جلوگیری میکنه. برای اطمینان از مؤثر بودن درمان، نظارت منظم خود بر قند خون با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری قند خون لازم و ضروریه. پزشک شما سطح هموگلوبین گلیکه یعنی HbA1c
که نشون میده این دو بار در سال باید اندازه‌گیری بشه که نشان دهنده میانگین سطح قند خون در 3 ماه گذشته است. اهداف گلیسمی برای هدفگیری که منعکس کننده کنترل خوب هستند، سطح قند خون باید 4 تا 7 میلی مول در لیتر قبل از غذا و همینطور قند خون بین 7 تا 10 میلی مول در لیتر 2 ساعت بعد از غذا باشه. سطح هموگلوبین گلیکه یعنی همون HbA1c، بعضی وقتا هم تو خلاصه شورش میگن A1c، زیر 7% باید باشه. افراد دیابتی می توانند انتظار داشته باشند که بدون هیچ محدودیتی زندگی فعال، مستقل و پرجنب و جوش داشته باشند. با این وجود علاوه بر رعایت برخی اقدامات اساسی، برخی از افراد نیاز به درمان دارویی دارند. چگونه دیابت نوع 2 را درمان کنید؟ رعایت برخی اصول اساسی به ویژه داشتن رژیم غذایی مناسب، اتخاذ یک سبک زندگی فعال، این باعث میشه که ما بتونیم به درمان خودمون کمک کنیم. همینطور پیشنهادات ورزش بدنی و راه‌های مدیریت استرس برای برخی از افراد، رعایت دقیق این سبک زندگی برای کنترل قند خون کافی است، در حالی که برای برخی دیگر مداخله با کمک دارو نیز ضروری است. هدف از درمان حفظ غلظت گلوکوز یا قند خون در مقادیر طبیعی است. راه‌های رسیدن به آنجا از فردی به فرد دیگر متفاوت است. درمان داروی دیابت، هیچ درمانی نمیتواند دیابت را برای همیشه درمان کند. اصلا باید جای پرانتز درست کنم، هیچ کس نمیخواد، هیچ کمپانی داروسازی نمیخواد که شما درمان بشید، برای اینکه دیابت یک گاو شیردست برای کمپانی های داروسازی. اگر شما میدونید مقدار فروش متفورمین در روسیه در سال چقدره؟ خب حالا کمپانی که نمیاد که یه داروی بسازه شما خوب بشین که متفورمین نفروشه. بنابراین یک بیماری مزمن است و درمان مادام العمر ضروری است. با این حال اتخاذ یک رژیم غذایی بهتر و تمرین منظم فعالیت بدنی یک روش درمانی واقعی است و می تواند به جلوگیری از مصرف دارو کمک کند. اگر این اقدامات کافی نباشد، پزشکان ممکن است یک یا چند مورد از داروهای دیابت زیر را تجویز کنید که همگی اثر کاهش قند خون یا کمک به کنترل اون دارند، مثل متفورمین، مثل گلومتلا یا گلوکوفاژ. اینها سنگ بنای درمان اکثریت قریب به اتفاق بیماران دیابتی نوع 2. عمل کرده آن به کاهش مقاومت به انسولین کمک میکنه که به بدن کمک کنه تا گلوکوز را به طور موثرتر و بدون خطر هیپوگلیسمی کنترل کنه. همچنین باعث کاهش وزن میشه. داروهایی هم هستند که ترشح انسولین را افزایش میدن و به عنوان ترشح کننده انسولین شناخته میشن. آنها مستقیماً با مکانیزم‌های مختلف تولید انسولین توسط پانکراس رو تحریک می‌کنند. وارد اسمشون نمی‌شیم.
اینا داروهایی هستن که برای بهبود سطح قند خون یا کاهش وزن مفید هستند. با این حال هزینه اونها بالاست و همینطور برای همه بیماران مناسب نیست. درمان با تزریق انسولین یک گزینه بسیار معتبره، اگرچه اغلب پس از شکست داروهای خوراکی استفاده میشه. باز یه پرانتز باز کنم، من دیدم دوستانی دو تا از دوستان ما هستن که اگر واقعا رژیم بگیرن احتیاج به انسولین ندارن، منتها از تنبلی ترجیح میده هر چی دلش میخواد بخوره، یه دونه هم انسولین بزنه. خب هر کی از روزسر آزاد، مملکت آزاده، هر کی از روزسر زندگی میکنه، ولی عواقبش هم پس میده. یه دوستی هم دارم، خانم شیرینی های خیلی خوبی میپزه، قطابای خیلی خوشمزه درست میکنه و ایشون میشینه قطاب رو میخوره و بعدش هم متفورمین میکنه. درست مثل این میمونه که شما یک گلدون گل قشنگ داشته باشین، بهش کود بدین، میراکل گرو بدین که خوب رشد بکنه، بعدم پاش بیاین سرکه بریزین که خوش بشه. بله، همچنین میشه انسولین را به طور موقت در صورت هایپرگلیسمی، عفونت و بستری شدن در بیمارستان یا جراحی به طور موقت تجویز کرد. در واقع تزریق انسولین ممکن است زمانی ضروری باشد که داروهای دیگر کافی نباشند، زیرا ترشح انسولین به مرور زمان در بیماران دیابتی نوع 2 کاهش پیدا میکنه. معمولا یک تزریق در روز انجام میشه که اغلب در عصر انجام میشه. برخی از افراد را میتوان با پمپ انسولین نیز درمان کرد. خود درمانی با استفاده از رویکردهای مکمل برای دیابت نوع 2 میتواند منجر به مشکلات جدی شد. هنگامی که درمانی را شروع می کنید که اثر آن تغییر سطح گلوکوز خون شماست، باید قند خون خود را بسیار دقیق کنترل کنید. همچنین لازم است به پزشک اطلاع داده شود تا در صورت لزوم دوز داروهای رایج کاهش قند خون را براتون تنظیم کند. حالا بریم سراغ طب مکمل، رویکردهای مکمل. چند مطالعه با کیفیت خوب استفاده سنتی از ریشه های جنسینگ را برای درمان دیابت تایید می کنند، اما آزمایش هایی که تعداد بیشتری از افراد رو در بر میگیره لازمه تا امکان دستیابی به نتایج قابل اعتمادتری رو فراهم کنه. پسیلیوم به عادی سازی سطح قند خون در افراد مبتلا به دیابت به ویژه بعد از غذا کمک میکنه. بله، عملکرد پسیلیوم با آکاربوز که یک دارویی که توسط برخی از بیماران دیابتی نوع 2 استفاده میشه قابل مقایسه است. جذب کربوهیدرات ها در سیستم گوارش را کند میکنه. آزمایش و تحلیلی که بر روی 7 مطالعه تصادفی انجام شد به این نتیجه رسید که پسیلیوم یک گزینه درمانی جالب در بیماران دیابتی نوع 2 هست که تحت درمان دارویی قرار می گیرد و با این وجود پس از غذا با اوج قند خون بالا مواجه می شود. یعنی اینا
بهشون خیلی کمک میکنه. خب وقت کمه، اشکال نداره. گلوکومانان یک فیبر محلول شبیه پسیلیوم، اما حتی از پسیلیوم جاذبتر و نرم کننده تره و از آرد کنجاک به صورت خالص تهیه میشه. نتایج حاصل از چندین کارآزمایی بالینی، یعنی مطالعه بالینی، نشان میده که مصرف گلوکومانان ممکنه در کاهش یا کنترل سطح قند خون در افراد مبتلا به دیابت با چاقی مفید باشه. مصرف بلغور جو، تحقیقات نشون میده که مصرف بلغور جو دو سر، ببخشید گفتم جو دو سر، به جلوگیری از افزایش سطح گلوکوز خون پس از غذا یا هایپرگلیسمی پس از غذا کمک میکنه. این خود یعنی بلغورش هم، به غیر از بلغورش هم میتونه باعث کنترل سطح قند خون باشه. در واقع این جو دو سر هم مانند پسیلیوم حاوی مقدار زیادی فیبر محلوله که تخلیه معده رو طولانی تر میکنه، پنج میکنه و مقدار کمتری گلوکوز جذب میشه. کروم یک عنصر کمیاب ضروری برای سلامت انسانه که به طور طبیعی در چندین غذا وجود داره، مخصوصا حساسیت بافتا به انسولین رو افزایش میده که به عادی سازی سطح قند خون کمک میکنه. یک متاآنالیز روی 41 مطالعه، از جمله 7 مورد در بیماران مبتلا در دیابت نوع 2 انجام شد و نشون داد که مکمل های کروم هموگلوبین گلیکه را 0.6% و قند خون ناشتا را 1 میلی مول در لیتر کاهش می دهد. با این حال استفاده از مکمل های کروم بین 200 تا 1000 میکروگرم در روز توسط افراد مبتلا به دیابت با توجه به کیفیت بسیار متغیر مطالعات انجام شده تا کنون بحث برانگیز. دانه شنبلیله، نتایج چند مطالعه بالینی انجام شده بر روی بیماران دیابتی نشان داده که دانه شنبلیله ممکن است به تنظیم گلوکوز خون در دیابت نوع 2 کمک بکنه. اگرچه این کارآزمایی ها امیدوار کننده بودند، اما تعدادی نقص داشتند. بنابراین در حال حاضر نمیتوان پروتکل درمانی رو پیشنهاد کرد. دارچین، بعضی مطالعات کوچک نشان دادند که دارچین سطح گلوکوز خون را در افراد مبتلا به دیابت کاهش میده، اما برای تایید این نتایج به مطالعات بزرگتری نیاز. تایچی، بعضی از محققان حدس میزنند که تایچی ممکن است به تنظیم سطح گلوکوز خون در بیماران دیابتی کمک کند. تا به امروز مطالعات مختلف نتایج متناقضی را ارائه دادند. برخی از مطالعات بهبود را گزارش میکنند و برخی دیگر نه. آلو یکی از گیاهانی است که طب آیورودا یعنی طب هندی خاصیت کاهش قند خون یا ضد دیابت رو به اون نسبت میده. تعداد مطالعات کمه، مقدار مصرف با اینکه به عنوان یک ماده کاهش دهنده به طور وضوح مشخص نشده، ولی یک قاشق غذاخوری توصیه میشه. دوبار در روز قبل از غذا.
یه میوه‌های کوچولوی آبی اینجا هست که به فرانسه بهش میگن بلوه، به انگلیسی بهش میگن بلوبری. در اروپا بیش از 1000 سالی که از برگهای بلوبری برای کاهش سطح گلوکوز خون استفاده میشه. آزمایش هایی که روی حیوانات انجام شده این استفاده سنتی رو تایید میکنه. البته از برگ بلوبری و زغالخته برای روی انسان آزمایشی نشده، ولی توصیه میشه 10 گرم برگ زغالخته یا بلوبری رو در 1 لیتر آب جوش دم کرده و 2 تا 3 فنجون از این دم کرده رو در روز مصرف کنید. خب وقت کمه، یه مقدار از اینا رو میذاریم کنار، میریم سر مهمترینشون. یه میوه هست که بهش میگن خربزه تلخ، یک گیاه استوائیه که میوه های شبیه خیار تولید میکنه که خار هم داره. به طور سنتی مردمان متعددی از میوه های آن برای درمان بسیاری از بیماری ها استفاده میکنند. مصرف آب میوه تازه آن به طور خاص به تنظیم قند خون بیماران دیابتی با یک اثر کاهش قند خون کمک میکنه. این اثر توسط چندین آزمایشگاهی و حیوانی تایید شده. مطالعات بر روی انسان در مراحل اولیه. به طور سنتی مقدار مصرفش نوشیدن 25 تا 33 میلی لیتر آب میوه تازه تقریبا معادل 1 میوه 2 تا 3 بار در روز قبل از غذا توصیه میشه. خب بازم چیزه، نوپال یک کاکتوس نواحی بیابانی مکزیکه که در طب سنتی برای کاهش قند خون ناشتا در بیماران دیابتی آزمایش میشه. چندین مطالعه بالینی توسط محققان مکزیکی انجام شده که نشون میده نوپال که سرشار از فیبر غذایی است عمدتا با کاهش جذب گلوکز عمل میکنه. میزان مصرفش روزانه 500 گرم گوشت نوپال کباب شده. خب حالا دخت تمام شد. آخرین چیزی که خدمتتون عرض میکنم اینه که میتونید از زغالخته و همینطور از برگ زغالخته استفاده کنید. زغالخته رو اینجا گاهگاهی ما در کبک، شهر کبک نداریم مغازه ایرانی، ولی در مونترال داریم، گاهگاهی میاره. من سالها پیش دانشم کاشتم، درختشم دارم. شما میتونید هم میوهش رو تهیه کنید، آبش رو میل کنید، معمولا خوش شده شو اینجا میارن. میتونید تو لیوان بریزید، شب تا صبح آب بریزید، شب تا صبح خیس بخوره. آبش رو میل کنید، گوشت روی دانه رو میل کنید و دانه رو هم بکنید. و وقت ما تمام شد. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.